بچه من از دیشب تا صبح دلدرد داشتم بعد خوردن این پیتزا، اصلا جوک نمی کنم، واقعا خیلی جدی. تا من بیام برم بیرون که این پیتزا رو بگیرم شب شد، 9 شب شد، ولی دارم میرم بگیرمش. یکی دوتا چیز استاندارد هست تو ماشین بهتون نشون بدم، بعد میریم خونه با هم تستش میکنیم. خب بچه رسیدم، 5 دقیقه خونمه. اینم مغازشه و کلی شعبه داره تو آمریکا و همشون هم همینه، دو تا سه تا صندلی فقط توش داره که اوردر تو بدی و جای نشستن نداره اصلا. خب رفتم تو، اینو گرفتم اومدم بیرون، یعنی تقریبا 10 ثانیه. $5.41 شد. رسیدش هم نگرفتم متاسفانه، ولی کلا پیتزای لارج انقدیش هست $5. داستانش چیه؟ یه پیتزای پپرونی که کلاسیک، یعنی مثل مال پیتزای پپرونی بیرون. راجع به طعمش خونه صحبت خواهم کرد، ولی اولین چیزی که یه پیتزا باید داشته باشه اینی که وقتی شما پیتزا رو اینطوری میگیری یا سفت میگیری، اینطوری صاف وایسه که این وای نمیسه، یکم حالت خمیده داره. به تست ازش میکنم، ولی خونه. خب بچه قبل از اینکه این پیتزا رو واکنم، این آب گازدار بدون تم، یعنی آب گازداری که نوشابه نیست، رو وا میکنم. دلیلش هم الان بهتون میگم. دارم سعی میکنم نوشابه رو ترک کنم، واسه همین آب گازدار دارم میکنم، ولی دلیل این که اون رو سری ریختم و بهتون میگم. یه تیکه من تو ماشین خوردم، این پیتزا به شدت سخت میره پایین، یعنی باید اینطوری با انگوش بدزه تو دهنت و بره پایین، با یه چیز، با یک آب گازداری بره پایین، با این که میگن که وسط غذا نوشیدنی نخورید. خیلی برا من سخت تست کردن پیتزا، به خاطر اینکه من خیلی پیتزا دوست دارم و حتی این بده هم برای من خوشمزه میاد. اول به زیر نون باید نگاه کنید، این عین پنکیک میمونه. نون پیتزا باید یه مقدار سفت باشه زیرش، یه حالت کریسپی تور باشه، یا حتی خیلی جاها زیرش رو میذارن روی گریل، یا میذارن یکم ساتی میکنن، یا میذارن تو آون که زیرش کریسپی بشه. بعد که میگیرنش دستتون نباید اینطوری بشه، یعنی من خوشگلم میخوام بگیرمش، اینطوری هم بگیرمش باز داره کج میشه. روی ماشین که دیدین گرفته بودم، از اونجا آوردم کامل کج شد، الان تو خونه میگه دیگه افتضاح. بعد پرزنتیشن، یعنی نمیتونم زیاد از قیافه ظاهرش ایراد بگیرم، ولی خیلی شلخته است. سوسی که زده روی یه سری جاها سس زده، یه سری جاها سس نداره، یعنی پیتزا اصلا منظمی نیست. پنیرش پیتزا، پنیر پیتزا روی پیتزا باید یکم حالت طلایی بشه، از بالا بیک بشه که اون فلیور و طعم باحالش رو بگیره. گاز بزنیم چجوریه. همین الان با اینکه اینقدر بده، ولی آب دهنم داره میاد، بخاطر اینکه من عاشق پیتزا هم. ببینید، شما داری $5 پول کل این پیتزا رو میدی و واسه $5 که حقوق نیم ساعت یه کارگر توی تکساس تقریبا افریج، تقریبا میگم این ساعتی $10 میگیرن، این $5، یعنی حقوق نیم ساعت کار یه کارگره، با این یه خانواده دو نفره سیر میشن، یه زن شوهر، یه پدر بچه یا هر چیز سیر میشن. بد نیست واسه اون قیمت، ولی پیتزا اصلا خوبی نیست. یعنی پنیرش به این حالت اصلا معلومه که کیفیت نداره، حالت توده‌ای اینطوری میاد تو دهن، بعد نون روش خیسه اینجوری، یعنی بعد کراست دورش خیلی سخت میره پایین و انگار واقعا سیمانه. بعد کراست دورش رو که میکنیم، پیتزای خوب رو میخواییم ببینین چجوریه، یه تیکه از نونه کنارش یا کراست کنارش نگاه بکنید، بعد توش حباب حبابای بزرگ باشه، اون نشون میده که اون پیتزا دو یا همون خمیر پیتزاش حسابی به قول معروف رست کرده یا استراحت کرده و چیزه، و اون پیتزا خوبیه. این اصلا نمیدونم، این پیتزا فریزری ها میمونه. واسه $5 خوبه، بیا اصلا پیتزا خوبی نیست. قبله بیا
نونم چون کربوهیدرات داره زیاد ندید به سگتون، چون کربوهیدرات جمع میشه تو بدن و تبدیل به قند میشه، همین یه دونه کافیش اگه بخوره. قبلیه رو بهش دادم رفت چه قایم کرد اینو خورد. خلاصه در مجموع واقعا پیتزای خوبی نیست. من میخوام بیارم جلو سوسش رو بهتون نشون بدم. این سوسش به رنگ و لعاب خوبی داره ولی این سوسش اصلا سوس خوبی نیست. خیلی چیز راجع به پیتزا بهتون بگم. من که اومده بودم آمریکا یه 4-5 سال پیش یه جا داشتم کار میکردم و پیتزا واسمون گرفته بودن واسه کارمندا. بعد من سس قرمز زدم به پیتزا، دیدم 10-20 نفر دارن من نگاه میکنن. شما تو آمریکا اصلا مخصوصا ایتالیا به پیتزاتون سس قرمز نباید بزنید، اصلا ندارن خیلی از پیتزا فروش سس قرمز. چرا؟ چون همون سس زیر باید کارشو بکنه. این به مقدار کافی سس داره ولی ببخشید من باید اینطوری تست کنم، ولی اینقدر سسش بلنده به قول معروف بیمزه است که اصلا مزه سس رو شما متوجه نمیشید و واقعا باید اون کچاپ رو بگیری روش خالی کنی. تمام بچه، من از دیشب تا صبح دلدرد داشتم بعد خوردن این پیتزا، اصلا جوک نمی کنم، واقعا خیلی جدیم، خیلی بد بود و بیرون روی داشتم 2-3 بار 2-4 بار. اصلا یعنی اصلا فکرش رو نمی کردم که اینطوری باشه، فکر کردم اون یکی شعبهش که قبلا خوردم افتضاحه، ولی اینم سیم شیت. اینم جعبه‌شه که شبیه اون یارو بود که پلنگ صورتی اذیتش میکرد، شبیه اون در آوردن. میگن نعمت خدا رو دور ننداز، ولی من متاسفانه اینو به پابلو هم نمیتونم بدم چون واقعا اذیت میشه. تو این موضوع، تو این مورد فهمیدیم که هر ارزونی بی دلیل نیست. تو این مورد، حالا موردهای دیگه شاید فرق کنه.